به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده محمد رضا ابراهیمی هستم با دوره طراحی وبسایت خبری به کمک فریمورک لاراول در خدمت شما عزیزان هستم. خب دوستان، تو این جلسه قصد من بر اینه که راجع به پیش نیازهای نرم افزاری و پیش نیازهای برنامه‌نویسی مربوط به دوره باهاتون صحبت بکنم و در ادامه طریقه نصب و راه اندازی یک پروژه لاراولی رو بهتون آموزش بدم. خب دوستان، منظور از پیش نیازهای نرم افزاری یعنی چی؟ یعنی شما نیاز دارید که چه نرم افزارهایی رو روی سیستمتون داشته باشید تا یک پروژه لاراولی بدون مشکل برای شما اجرا بشه. خب ما نیاز به یک مرورگر برای نمایش خروجی کارمون داریم که من به شما گوگل کروم رو پیشنهاد میکنم. نیاز به یک محیط برای کدنویسی و توسعه پروژه‌مون داریم که من به شما نرم افزار PHP Storm رو پیشنهاد میکنم. و همونطور که خودتون بهتر میدونید، تمامی پروژه هایی که PHP بیس هستن یا بر پایه PHP هستن نیاز به یک هاست محلی یا یک سرور مجازی دارن که ما از بین نرم افزارهای مختلف نرم افزار زمپ رو به شما پیشنهاد میکنیم. و این رو هم میدونید که برای اینکه پروژه لاراولیتون رو یا پروژه هایی که با PHP مینویسید رو بتونید توی مرورگر اجرا بگیرید، اول از همه باید بیاید و آپاچی و مای اسکیوال رو توی اون کنترل پنل هاستتون استارت کنید. الان همونطور که میبینید آپاچی برای من استارت شده و مای اسکیوال هم برای من استارت شده. آپاچی برای اینه که صفحات PHP بیس من لود بشه و مای اسکیوال برای اینه که دیتابیس من لود بشه. اگر هر کدوم از اینها استارت نبودن، کافیه که اینجا گزینه استارت رو بزنید تا ران بشه. البته چون برای من الان استارته، دکمه استوپ رو نمایش میده. خب این از این. اینا بودن پیش نیازهای نرم افزاری مربوط به دوره. اما پیش نیازهای برنامه نویسی. ببینید دوستان، این دوره پروژه محور لاراوله. پس نباید توقع داشته باشید که من بیام و مقدمات وب یا مقدمات خود لاراول رو بخوام بهتون توضیح بدم. ما با این طرز فکر که شما دوره مقدماتی وب که شامل HTML, CSS و جاوا اسکریپت میشه و دوره مقدماتی لاراول رو پشت سر گذاشتید، اومدیم و این دوره رو برای شما استارت زدیم. پس باید این مقدمات رو اول بلد باشید و بعد سر وقت این دوره بیاد. خب پیش نیازها رو خدمتتون عرض کردم، اما بریم سر وقت نصب و راه اندازی لاراول. خب ما اول باید بیایم و ورژنی از لاراول که میخوام روی سیستممون نصب کنیم رو مشخص کنیم. اما بر چه اساسی بیایم و ورژنمون رو انتخاب بکنیم؟ خب من وارد وبسایت لاراول میشم. بعد از اینکه وارد شدم، از این گوشه بخش داکیومنشن یا مستندات کلیک میکنم. وقتی که کلیک میکنم، توی این بخش ورژن‌های مختلف لاراول به من نمایش میده. من اون ورژنی که میخوام نصب کنم رو انتخاب میکنم. خب ورژنی که ما برای این دوره مد نظر داریم و پاسخگوی تمامی نیازهای ما تو این دوره است، ورژن 5.6ششه. و نصب نسخه های بالاتر فقط باعث افزایش حجم پروژه و سنگین شدن پروژه میشه. بعد از اینکه اون ورژن رو انتخاب میکنم، یک سری توضیحات راجع به اون ورژن برای من میاره. تو بخش سرور ریکوایرمنتس یا الزامات سرور، این بخشی که هایلایت میکنم حتما بهش دقت کنید. پیش نیازهای سرور برای اجرای لاراوله. میگه اگه شما میخواید لاراول نسخه 5 و 6 رو اجرا بگیرید، حتما باید ورژن PHP تون بزرگتر یا مساوی ورژن 7.1.3 باشه. یعنی حداقل ورژنی که رو سیستمتون نصبه ورژن 7.1.3 باید باشه. یا مثلا اومده گفته که حتما باید اکستنشن OpenSSL روی هاستتون فعال باشه، یا مثلا اکستنشن PDO که مربوط به ارتباط با دیتابیس میشه باید روی هاستتون فعال باشه. حالا اینکه چطور من تشخیص بدم که این اکستنشن ها یا این نسخه از PHP روی هاستم فعال هست یا نه، این بخشش جالبه. خب ما میتونیم به راحتی ببینیم که آیا این اکستنشن ها نصب هستن یا این نسخه PHP روی سیستم ما نصب هست یا نه. خب کافیه که من بعد از اینکه زمپم رو ران کردم یا آپاچیم رو ران کردم، بیام تو مرورگر بنویسم localhost /dashboard
وقتی وارد داشبورد لوکال هاستم میشم، اینجا گزینه PHP info میبینم که یه سری اطلاعات راجع به PHP و هاست من میاره. وقتی کلیک میکنم این بالای بالا میبینید نوشته PHP version 7.4.16. ورژن PHP منه که شما وقتی زمپ رو نصب میکنید خودش میاد و PHP رو هم نصب میکنه. خب این زمپ من نسخه PHPش 7.4.16. پس میتونم لاراول نسخه 5.6 که 7.1.3 بود رو نصب کنم. یا کافیه با یه سرچ کردن کنترل F بیاید و یه سری اکستنشن ها رو روی سیستمتون ببینید نصب هست یا نه. مثلا اگه اینجا دقت کرده باشید PDO PHP extension گفته باید نصب باشه. خب من اومدم PDO رو سرچ کردم، توی بخش PDO میبینم نوشته PDO drivers enable، میبینید اینجا فعاله برای من، پس میتونم این نسخه رو نصب کنم. خب دوستان، بعد از اینکه اینها رو بررسی کردیم، حالا میخوام بیام و نسخه 56 لاراول نصب کنم. خب باید چی کار بکنم دوستان؟ خب دقت کنید، من محیط CMD رو یا کامند لاین رو میام و باز میکنم. دوستان ما برای نصب پکیج های لاراول روی سیستممون به یک واسطه ای نیاز داریم. یعنی ما به یک واسطه ای نیاز داریم که بره و پکیج های لاراول رو برای ما از سایت پکیج دانلود بکنه. خب واسطه اسمش چیه؟ اسمش از کامپوزر که تو دوره مقدماتی لاراول هم مسلما باش آشنایی پیدا کردی. کامپوزر ابزاریه که برای ما پکیج های مختلف رو دانلود میکنه و نصب میکنه. خب چطور من متوجه بشم که آیا کامپوزر روی سیستم من هست یا نه؟ خب اولین راهش اینه که وارد سایت get composer بشید. یعنی کافیه اینجا بنویسید get کامپوزر، بعد وارد سایت getcomposer.org بشید، اینجا گزینه دانلود رو بزنید. خب توی این صفحه ای که مشاهده میکنید میتونید از این بخش که دارم اشاره میکنم composer-setup.exe بیاید و فایل exe کامپوزر رو بگیرید و نصب کنید. نصبش هم easy install، کافیه فقط 3-4 تا next بزنید نصب میشه. بعد از اینکه نصبش کردید، برای اطمینان از اینکه نصب شده یا نه، کافیه توی محیط command line بنویسید کامپوزر. اگر کلی توضیحات راجع به کامپوزر آورد، یعنی کامپوزر رو سیستم شما نصب شده و شناخته شده. ولی اگر ارور داد، یعنی کامپوزر نصب نیست. خب من می‌نویسم کامپوزر و اینتر می‌زنم، می‌بینید که کلی توضیحات راجع به کامپوزر و آپشن‌هاش برای من آورده و اینجا حالا می‌بینید که من کامپوزر رو نوشته. خب پس کامپوزر رو سیستم من نصبه. میتونم الان بیام و لاراولم رو نصب بکنم. دوباره وارد محیط CMD میشم. خب ببینید پروژه لاراولی من باید توی درایو C پوشه زمپ و پوشه HTDoc من نصب بشه. پس باید از این مسیری که الان هستم users فرادرس خارج بشم و پوشم رو عوض کنم. پس می‌نویسم CD که مخفف change directory میشه، میگم برو به این مسیری که من دارم بهت میگم، درایو سی پوشه زمپ و پوشه HTDocs. اینتر میزنم، میبینه که تغییر مسیر داد و دایرکتوری من عوض شد. حالا این داخل میام از کامپوزر درخواست میکنم که پکیج لاراول رو برای من نصب بکنه. میگم کامپوزر، خب میگم برای من یک پروژه ایجاد بکنه کامپوزر، create project، یه اسپیس دیگه میزنم. پروژه من از نوع لاراولیه، پس باید اینطوری بمیسم laravel/laravel. پروژه لاراولی من اینطوری انتخاب میکنم و اسپیس یک نام برای پروژه‌ام انتخاب میکنم. خب اسمشو میذارم نیوز چون پروژه ما راجب اخباره. و یه اسپیس داخل دابل کوتیشن میام و نسخه ای که میخوام نصب کنم از لاراول رو مشخص میکنم، میگم نسخه 5.6.star. حالا اینتر میزنم، میبینید در حال ایجاد کردن یک پروژه لاراولیه. باید منتظر بمونم تا این پروژه برای من ایجاد بشه توی درایو سی پوشه زمپ و پوشه HTDoc.
اینجا من یه سوالی میپرسه، باید ایگرگ رو بزنم یا وای که به منزله همون یس میشه. اینتر میزنم. داره واسه من پکیج های مختلف لاراول نصب میکنه. یه مقدار باید منتظر بمونم تا پروژه به صورت کامل برای من نصب بشه. خیلی طول نمیکشه دوستان. و من وارد فولدر htdocs هم باید بشم، درایو سی، زمپ و htdocs. اینجا همونطور که میبینید داره برای من این پروژه نیوز ساخته میشه، منتظر اینم که کامل بشه و پیغام موفقیت آمیز بودن ایجاد پروژه رو به من نشون بده. دیگه آخرای نصب پروژه هستیم و به من میگه که پروژه با موفقیت ساخته شد. خب الان پروژه نیوز رو من دارم که یک پروژه لاراولیه و از الان قرار روی این پروژه تا آخر دوره کار بکنیم. خب چطوری من این پروژه رو بالا بیارم و بخوام توش کد نویسی کنم؟ PHP Storm رو باز میکنم. البته این نکته رو هم بگم که ما تو خود محیط PHP Storm هم این قابلیت رو داشتیم که بیایم و یک پروژه لاراولی ایجاد بکنیم. خب قبل از اینکه بخوام پروژه نیوز رو اجرا بگیرم، بیام بهتون یه آموزش بدم که چطور با خود PHP Storm بیایید و یک پروژه لاراولی رو ایجاد کنید. کافیه بعد از اینکه نیو پروژکت رو زدید روی گزینه کامپوزر پروژکت کلیک کنید. آدرس محل قرارگیری پروژتون رو باید حتما بهش بدید. خب من گفتم درایو سی، زمپ، htdocs و یه اسم مثلا میذارم تست. این گزینه ها رو دستکاری نکنید. اگر کامپوزر رو سیستم شما شناخته باشه، اینجا باید خودش کامپوزر رو بالا بیاره و از اینجا میاید و پکیج لاراول /لاراول رو وارد میکنید. توی سرچ هایی که یا نتایجی که آورده میبینید که من پکیج لاراول /لاراول رو انتخاب کردم و میام پایین تر. از اینجا ورژنی که باید نصب بشه رو انتخاب میکنم. ورژن 56 بود. 56 کجاست؟ اینجا ورژن 56. بعد از اینکه ورژن رو انتخاب کردید، گزینه کریت رو اگه بزنید برای شما شروع میکنه به نصب و راه اندازی پروژه لاراولی. اینو میبندم فعلا. ما پروژه لاراولی رو نصب کردیم دیگه. میخوام بیام و پروژه رو باز کنم، پس رو اوپن کلیک میکنم. میام میگم برو توی پوشه زمپ، پوشه htdocs و پوشه نیوز انتخابش میکنم و اوکی رو میزنم. خب همونطور که مشاهده میکنید برای من پروژه لاراولیم رو لود کرده و میبینید که یه سری فولدر بندی ها و فایل های وجود دارن که این میشه گفتش چارچوب پروژه لاراولی منه. خب دوستان، امیدوارم که مباحثی که تو این جلسه خدمتتون عرض کردم مثمر ثمر واقع شده باشه. تا جلسه بعدی خدایا رو نگهدارت. خب دوستان، جلسه گذشته شاهد بودید که ما پیش نیازهای نرم افزاری و برنامه نویسی رو خدمتتون عرض کردیم و طریقه نصب و راه اندازی پروژه لاراولی رو هم بهتون آموزش دادیم. اما برای این جلسه دوستان، من یک قالب آماده خبری رو به صورت رایگان از اینترنت دانلود کردم که قالب صفحه اصلی وبسایت خبریه که ما قرار اخبارمون رو توی این قالب به کاربر نمایش بدیم. خب بریم سر وقت قالبی که دانلودش کردم. من توی درایو سی توی فولدر نیوز ریختمش. خب میبینید که به صورت فولدر بندیه یه فولدر CSS داریم که استایل های مربوط به پروژمون داخلش قرار گرفته. یه فولدر IMG داریم که تمامی تصاویری که توی وبسایتمون استفاده شده داخلش قرار گرفته و یه فایل HTML داریم که اگه اینو بازش کنم قالب صفحه اصلی وبسایت من رو مشاهده می‌کنید. این قالبیه که من از اینترنت دانلود کردم و قراره اون رو از حالت استاتیک به حالت داینامیک تبدیلش کنیم. حالا منظورم از استاتیک و داینامیک چیه دوستان؟ تمامی مطالبی که شما داخل این وبسایت مشاهده می‌کنید به صورت ایستا یا استاتیک یا بهتره بگم دستی وارد شدن و از سرور و دیتابیس خاصی اطلاعاتش خونده نمیشه. اما ما تو این دوره
کاری خواهیم کرد که این مطالب از دیتابیس خونده بشن. به عنوان مثال میتونید این بخشی که دارم با اشارهگر موس بهش اشاره میکنم دستبندی های مختلف اخبار توش قرار بگیره، یا این بخشی که الان دارم بهش اشاره میکنم میتونه آخرین اخبار درج شده در وبسایت باشه. دیگه بخش بندی های مختلف سلیقه خود ماست. یا مثلا میتونیم بیان جستجوی اخبار رو فعال کنیم. وقتی ما یه عنوانی رو این داخل وارد میکنیم، تمامی اخباری که با اون عنوان در ارتباطن برای ما نمایش داده بشه. خب دوستان، حالا چطوری ما این قالبمون رو ببریم داخل پروژه لاراولیمون؟ کار خیلی سخت یا پیچیده‌ای نیست. ببینید، من وارد محیط PHP استور میشم. اگه یادتون باشه این همون پروژه‌ایه که ما جلسه گذشته اومدیم و ایجادش کردیم. همونطور که خودتون بهتر میدونید، برای اینکه بتونید پروژه های لاراولی رو توی مرورگر ببینید، باید توی محیط ترمینال دستور PHP Artisan Serve رو بنویسیم. PHP Artisan Serve. خب وقتی من اینتر میزنم باید چند ثانیه صبر کنم تا سرور برای من ران بشه. قبلش هم باید زمپ رو فعال کرده باشید، یعنی آپاچی و MySQL رو ران کرده باشید. خب میبینی که به من پیام میده Laravel Development Server Started. میگه سرور برای شما الان در حال اجرا و استارته. اگر میخواید به صفحه اصلی پروژتون دست پیدا کنید، باید به این آدرسی که به ما پیشنهاد داده مراجعه کنیم. 127.0.0.1 دو نقطه پورت 8000، که من جای 127.0.0.1 میتونم بیام و از لوکال هاست استفاده کنم. یعنی اگه الان بیام داخل آدرس بار مرورگرم بنویسم لوکال هاست 2.8000 و اینتر بزنم، میبینید که به من یه صفحه‌ای رو نمایش میده که توش راجب لاراول یک سری اطلاعات نمایش داده میشه. این صفحه‌ای که الان دارم من مشاهده میکنم به عنوان صفحه اصلی پروژه‌ام کجا قرار گرفته توی پروژه‌ام؟ کافیه برم سر وقت ریسورسز، ویوز و یک ویوی تحت عنوان ویلکام دارم که این ویو دقیقاً همون صفحه اصلی وبسایت من بود که همین چند ثانیه پیش داشتیم نگاه میکردیم و تمامی کدهایی که این داخل هست مربوط به همین صفحه‌ای هست که الان دارین شما مشاهدهش میکنید. یعنی اگر من بیام و این رو کل پاک کنم و سیو بگیرم، مسلماً باید یک صفحه سفید بعد از این که رفرش کردم به من نمایش بده. همونطور که میبینید این اتفاق افتاد. خب الان کافیه که من بیام وارد اون فولدر نیوز بشم، روی فایل HTML ایم راست کلیک کنم، ادیت مثلا ویت نوتپد پلاس پلاس رو بزنم، یا میتونم با نوتپد معمولی هم کدهاشو نمایش بدم. خب حالا کافیه که بیام تمامی کدها رو کنترل A کنترل C کپی کنم، بیام توی PHP استورم توی ویوی ویلکام اینو پیستش کنم به این ترتیب. خب همونطور که میدونید لاراول بر پایه و اساس MVC کار میکنه که مخفف مدل، ویو و کنترلر. مدل و کنترلر رو در جلسات آینده توضیح خواهم داد، اما ویو یا همون صفحاتی که کاربر مشاهده میکنه توی فولدر ریسورسز و فولدر ویوز فولدر ریسورسز قرار گرفته. خب من این کدها رو پیست کردم این داخل، حالا میام و رفرش میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. میبینید که الان کدها کاملا به درستی کپی شدن داخل پروژه، اما ظاهر به هم ریخته ای داره پروژه ای من و فقط متن داره برای من نمایش داده میشه عملا. خب چرا ظاهرش به هم ریخته است دوستان؟ چون من فایل های CSS و IMG رو اضافه نکردم به پروژه. خب میام و این دوتا رو انتخاب میکنم، کپی میکنم، میام تو پروژم. همونطور که خودتون بهتر میدونید دوستان، تمامی فایل هایی که توی پروژه قرار استفاده بشه، مثل فونت، مثل CSS، مثل فایل های جاوا اسکریپتی، مثل عکس ها، ویدیو ها، اینها همه باید توی پروژه لاراول تو پوشه پابلیک قرار بگیرن. وقتی من پوشه پابلیک رو الان باز میکنم، میبینید که یه فولدر CSS و یه فولدر JS خودش توش قرار گرفته.
که اینها مربوط به اون ویوی بودن که ما الان اومدیم و پاکش کردیم. خب من دوتا رو پاک میکنم، میام تو پابلیک راست کلیک میکنم، اون دوتا پوشهی که از پروژه HTML خودم کپی کرده بودم رو میام اینجا و پیستش میکنم. اوکی؟ باید الان CSS و IMG اضافه بشه که این اتفاق افتاد. خب الان اگر بیام و پروژم رو رفرش کنم ببینیم چه اتفاقی میفته. همونطور که میبینید استایل های ما و IMG های ما لود شدن و پروژه ما داره کاملا به درستی نمایش داده میشه. فقط یه نکته دوستان خوب دقت کنین، راجع به آدرس دهی کردن توی ویو ها میخوام باهاتون صحبت کنم. خب این بالا اینجایی که اومدیم و CSS ها رو لینک کردیم، بذاری من اضافات رو پاک کنم، اومدیم گفتیم برو تو پوشه CSS و فایل style.css رو بخون. خب این آدرس دهی باعث شد که CSS ما شناخته بشه، اما روش درست آدرس دهی کردن که از این به بعد باید رعایت بکنیم توی ویو هامون به این صورته. من میام دو تا آکولاد باز و دو تا آکولاد بسته میذارم، بعد می‌نویسم URL دو تا نقل قول asset پرانتز. خب این URL asset پرانتز که میذارم، این تیک منو میبره به فولدر پابلیک، انگار اومدم و آدرس پوشه پابلیک رو دادم. حالا داخل پوشه پابلیک باید بیام به پوشه CSS و فایل style.css اشاره کنم. پس میام داخل پرانتز دابل کوتیشن میذارم، میگم یه فولدر CSS و style.css. استایل دیگه درسته؟ بله. خب الانم اگر من بیام و رفرش کنم توقع دارم که چیزی به هم نریزه. رفرش میکنم میبینید که استایل ها رو داره به درستی به ما نمایش میده. خب من باید از این نوع آدرس دهی برای بخش های دیگه هم استفاده بکنم دوستان. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیام و این بخشی که اومدیم و از IMG استفاده کردیم اینو کات میکنم، میگم آدرس دهی درستت اینطوریه، دو تا آکولاد باز و دو تا آکولاد بسته، URL دو تا نقل قول asset. با این روش من وصل شدم به پوشه پابلیک. حالا این داخل میام میگم برو تو پوشه IMG و عکس با این آدرس رو برای من بخون. خب برای مابقی بخش ها هم همین کار رو انجام میدم. البته خب چون اگر بخوام همه رو الان اصلاح بکنم کلی از وقتمون گرفته میشه، فعلا همین دو تا مورد رو اصلاح میکنم و مابقیش رو بعدن اصلاح خواهم کرد. الان اگر من رفرش بکنم نباید اتفاقی تو ظاهر بیفته و همه چی به درستی داره نمایش داده میشه. خب دوستان این از این. و یه نکته دیگه راستی، ببینید الان نام ویوی که داره صفحه اصلی رو به من نمایش میده ویوی ویلکامه. چرا؟ چون ویوی پیشورز خود پروژه لاراولی که ایجاد کردیم ویلکام بود. ولی اگر من بخوام نامش رو عوض بکنم باید چی کار بکنم؟ خب میام تو فولدر ریسورسز، ویوز و ویلکام. میتونم کلیدهای ترکیبی شیفت و F6 رو برای رینیم بزنم، یا اینکه راست کلیک کنم و از گزینه ریفکتور شاخه رینیمش رو که همون شیفت F6 باز میشه رو انتخاب بکنم. و همونطور که میبینید سه بخش این فایل من، بخش اول نام ویوی منه یا نام فایل منه، بخش دوم پسوند لاراولیشه و بخش سوم پسوند اصلی خود فایله. و پسوند اصلی خود فایل دوستان که .php چون لاراول اصلا زیر شاخه php. خب من چرا .blade گذاشتم پس اگه .php؟ .blade رو برای این میذاریم که بتونیم دستورات خود لاراول رو هم توی این فایل اجرا بگیریم. اگر .blade رو نذاریم، یعنی من اگه مستقیم میوشتم welcome.php درسته که میشد کدهای php توش نوشت، اما اگه دستورات لاراولی رو میوشتم نمیشناخت. پس .blade رو برای این میذاریم که دستورات لاراولی رو این فایل بشناسه. و بخش اولم که نام اصلی خود فایله، پس من میام اینو تبدیل میکنم به index.blade.php. خب روی ریفکتور کلیک میکنم. ریفکتور برای من چیکار میکنه دوستان؟ میاد و میگرده داخل تمام پروژه هر جایی که من اومدم و آدرس دهی کردم فایل welcome.blade.php رو پیدا میکنه و اونو خودش اتومات رینیم میکنه به index. خب ریفکتور رو میزنم،
چون فقط همینجا استفاده شده بود اتفاق خاصی نیفتاد. خب الان اگر من پروژه‌مو ران کنم مسلماً ارور میده. ببینیم ارور داد. و ارورش اینه که من ویوی ویلکام رو نمیشناسم. خب چرا نمیشناسه؟ بریم سر وقت فولدر روتس و فایل web.php. تمامی آدرس دهی های درخواست های ما داخل فایل web.php صورت میگیره. خب ما تو فایل web.php میبینیم که گفتیم با متد get اگر صفحه اصلی درخواست داده شد یک فانکشنی رو اجرا کن. اون فانکشن کارش چی باشه؟ بیاد یک ویوی رو برای کاربر برگردونه، ریترن کنه. چه ویوی رو؟ گفتیم ویوی ویلکام. خب ویوی ویلکام الان شده ویوی ایندکس. این تیکر رو من فقط تعویض میکنم و الان اگر بیام رفرش بکنم دیگه نباید ایرور به من نمایش بده. خب به همین راحتی اومدیم و نام رو تغییر دادیم، نام ویو رو. خب امیدوارم مباحثی که تو این جلسه گفتم مثمر ثمر واقع شده باشه. تا جلسه و آموزش بعدی هم خدا یارو نگهدارت. خب دوستان، تو این جلسه قصد دارم راجع به مدل ها توی پروژه لاراولی صحبت بکنم و در ادامه راجع به ارتباطات بین مدل ها باهاتون صحبت بکنم. همونطور که خودتون بهتر میدونید و ما در جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردیم، لاراول بر پایه MVC که مخفف مدل ویو کنترلر میشه. راجع به ویو ها جلسه گذشته صحبت کردم، گفتم که همون صفحاتی میشن که کاربر ما مشاهده میکنه. راجع به مدل ها تو این جلسه میخوام صحبت بکنم و میمونه فقط کنترلر که در جلسات آینده توضیح خواهم داد. ببینید دوستان، ما توی پروژه هامون باید بیایم و به ازای تمامی موجودیت هایی که داریم یک مدل ایجاد بکنیم. حالا موجودیت میشن همه چیزهایی که داخل پروژه دخیلن و ضروری هستن. خب بریم سر وقت آنالیز کردن پروژه خودمون. ما توی پروژمون چه موجودیت هایی رو نیاز داریم؟ خب یکی از این موجودیت ها مدیران وبسایتن، ادمینز. و همونطور که میدونید یک وبسایت خبری میتونه حداقل یک مدیر و حداکثر N تا مدیر داشته باشه. پس مدیران یکی از موجودیت‌های واجب پروژه هستن که عملا همون نویسنده‌های اخبار میشن مدیران وبسایت. خب دیگه چه چیزی نیاز داریم؟ کاتگوریز یا دسته‌بندی‌ها میشه یکی دیگر از موجودیت‌های پروژه‌مون. همونطور که خودتون بهتر می‌دونید هر خبر باید یک دسته‌بندی داشته باشه. حالا این دسته‌بندی مثلا می‌تونه ورزشی باشه، می‌تونه سیاسی باشه یا هر چیز دیگه‌ای. پس این شد دومین موجودیت ما. و سومین موجودیت ما میشه نیوز یا خود اخبار که یکی از واجب‌ترین موجودیت‌های ما در نظر گرفته میشه. خب این سه تا موجودیت اصلی پروژه من هستن که من تو طول دوره با این سه تا موجودیت میام و کار میکنم. حالا چطور ما بیایم و برای هر کدوم از اینها داخل پروژه‌مون یک مدل ایجاد بکنیم؟ خب کافیه من وارد PHP Storm بشم، ترمینال رو باز کنم، توی تب جدید و برای نوشتن یا ایجاد یک مدل جدید می‌نویسم PHP artisan make، میگم برای من بساز دو نقطه یا همون نقل قول یک مدل به نام. ببینید دوستان، نامگذاری مدل ها به این ترتیبه. اگر من بخوام برای ادمینز مدل بسازم باید به این ترتیب عمل کنم. حرف اولش باید بزرگ باشه و خود اون مدل باید به صورت مفرد باشه، یعنی اس جمع نداشته باشه آخرش. یعنی ادمینز میشه ادمین یا کاتگوریز میشه کاتگوری، به این ترتیب. خب اینجا میگم مدل ادمین، اینتر میزنم و پیغام داده که مدل created successfully، مدل شما میگه با موفقیت ایجاد شد، ساخته شد. خب مدل ها کجا قرار میگیرن دوستان؟ توی فولدر اپ. میبینید که من الان برای من یک کلاس یا یک مدل به نام ادمین ساخته شد. این مدل ها عملا همشون کلاس هم. میبینید کلاس ادمین که اکستند میشن از کلاس مدل، ارث میبرن از کلاس
مدل. خب یه یوزری هم اینجا قرار داره، user.php، که این مدل پیشورز خود پروژه لاراولیه. یعنی وقتی ما پروژه رو ایجاد کردیم خودش به صورت پیشورز یک مدل یوزر داره که من میتونم این رو بیام و پاک بکنم به این ترتیب. خب سریعا میام مدل های دیگه‌ام رو هم میسازم، میگم php artisan make model category. به این ترتیب مدل کاتگوری ما ایجاد شد و آخری هم که نیوز بود دیگه، php artisan make model news. خب مدل نیوز ما هم ساخته شد. یعنی که ادمین، کاتگوری و نیوز برای من ایجاد شدن. خب حالا میمونه بحث ارتباطات بین مدل ها. این که مثلا ادمین با نیوز چه ارتباطی بینشون هست یا کاتگوری با نیوز چه ارتباطی بینشون هست. خب مبحث ریلیشنشیپ یا ارتباطات توی لاراول رو توی دوره مقدماتی پشت سر گذاشتید مسلماً، و همونطور که بهتر میدونید ارتباط ها توی پروژه هامون به سه صورته: ارتباط یک به یک، ارتباط یک به چند و ارتباط چند به چند. حالا بین این مدل های ما چه ارتباطاتی قرار داره؟ خوب دقت کنید، یه ارتباط داریم ما بین ادمین و نیوز، و یه ارتباط هم داریم بین کاتگوری و نیوز. خب به چه صورت ارتباط ما توی هر دو حالت ارتباط یک به چنده، یعنی یک به چند به این ترتیب. یعنی چی؟ یعنی یک مدیر میتونه چندین خبر رو درج بکنه، یا بهتره بگم یک مدیر میتونه نویسنده چندین خبر باشه. این میشه یک به چند، درسته؟ و برای مثال دوم هم یک دسته‌بندی میتونه متعلق به چندین خبر باشه. به عنوان مثال از بالا شروع کنم، فرض کنید مدیری داریم به نام محمد رضا ابراهیمی. خب این مدیر میتونه 10 تا خبر داشته باشه، میتونه 20 تا خبر داشته باشه. پس این ارتباط میشه یک به چند. یا دسته‌بندی ورزشی رو در نظر بگیرید. خب دسته‌بندی ورزشی ممکنه 20 تا خبر دسته‌بندیشون ورزشی باشه، 30 تا خبر دسته‌بندیشون ورزشی باشه. این میشه که ارتباط ما میشه ارتباط یک به چند. خب حالا چطوری ما ارتباطات یک به چند رو بین این مدل ها برقرار کنیم داخل لاراول؟ خوب دقت کنید، من وارد مدل ادمین میشم، میام و داخل بدنه کلاس ادمین یک فانکشن معرفی میکنم، پابلیک فانکشن. اسمش رو چی میذارم؟ خب میخوام ارتباط بین مدیر و نیوز رو برقرار کنم، پس اسمش رو نیوز میذارم به صورت حروف کوچیک و مفرد به این ترتیب، پابلیک فانکشن نیوز. میخوام ارتباط بین ادمین و نیوز رو برقرار کنم. یک مدیر میتونه چندین خبر داشته باشه، پس اینجا میام میگم return $this. خب میام میگم has many به این ترتیب. اینجا چی گفتم؟ گفتم یک مدیر میتواند داشته باشد چندین چه چیزی؟ خبر دیگه. پس باید بیام مدل خبر رو این داخل قید کنم، میگم news، اینجا میگم کلاس. اومدم گفتم مدیر ما میتونه چندین خبر داشته باشه به این ترتیب. خب میام برای کاتگوری هم همچین کاری میکنم، داخلش یه پابلیک فانکشن تحت عنوان نیوز ایجاد میکنم. میخوام ارتباط بین کاتگوری و نیوز رو مشخص کنم، میگم ریترن کن، برگردون دالر دیس. وقتی دالر دیس میگم دوستان، اشاره دارم به همین کلاسی که الان توش هستم. میگم این کلاسی که الان توش هستم کلاس چیه؟ کاتگوری. دارد چندین، خب داخل پرانتز بود بگم چی داره، چندین چی داره. میتونم بیام بگم اینجا نیوز و بعد کلاس. خب به این ترتیب اومدیم و گفتیم که یک مدیر میتونه چندین خبر داشته باشه و یک دسته‌بندی میتونه برای چندین خبر باشه. این رو قید کردیم. حالا باید بیام توی کلاس نیوز یا مدل نیوز، میگم پابلیک فانکشن،
اولی رو میذارم ادمین، ارتباط با دو طرفه باشه دیگه. الان ما از طرف ادمین به نیوز وصل کردیم، باید از نیوز هم به ادمین وصل کنیم، یا از نیوز به کاتگوری هم باید وصل کنیم. پابلیک فانکشن میگم کاتگوری، گفتم به صورت حروف کوچیک و مفرد. خب برای ادمین چی میگم؟ میگم ریترن کن دالر دیس بیلانگز تو. بیلانگز تو یعنی تعلق دارد به. خب باید بیام بگم این نیوزی که گفتم دالر دیس، یعنی همون کلاس دیگه، کلاس نیوزی که گفتم تعلق داره به چه چیزی؟ میام میگم ادمین کلاس. و برای بخش پایینم میگم ریترن دالر دیس بیلانگز تو. خب اینجا میام میگم کاتگوری کلاس. خب با همین چند خط کدی که نوشتیم ارتباط بین مدل‌های ما به راحتی و به درستی برقرار شد. شما کی متوجه قدرت این ریلیشنشیپ‌ها یا ارتباطات میشید؟ زمانی که پروژه توسعه پیدا کنه و ما بخوایم یک سری اطلاعات رو بخونیم از جدول، اون موقع متوجه میشید که این ریلیشنشیپ‌ها چقدر مؤثر و مفید واقع شدن. دوستان تو این جلسه قصد دارم راجع به مایگریشن ها در لاراول باهاتون صحبت بکنم. اصلا مایگریشن ها چیه و توی پروژه لاراولی به چه دردی میخوره؟ ببینید ما برای کار با جداولمون از مایگریشن ها استفاده میکنیم. منظور از کار با جداول چیه؟ شما اگه بخواید یک جدولی ایجاد بکنید، یک جدولی حذف بکنید، تغییر ساختار در جدول ایجاد بکنید. منظورم از تغییر ساختار مثلا اینه که یک ستونی رو بیایید حذف بکنید، اصلاح بکنید، اضافه بکنید. تمامی این کارها رو ما با مایگریشن ها توی لاراول انجام میدیم. و یک مزیتی که مایگریشن ها داره اینه که شما دیگه نیازی نیست برای کار با دیتابیس آنچنان سواد MySQL داشته باشید. با نوشتن چند خط کد PHP میتونیم بیایم و با جداولمون کار بکنیم. این نکته رو هم عرض بکنم که ما به ازای هر مدلی که داریم باید بیایم و یک جدول ایجاد بکنیم. چون مدل های ما موجودیت های ما هستن و موجودیت ها باید در قالب جدول توی پروژه ساخته بشن. خب بریم سر وقت پروژه لاراولیمون. من محیط ترمینال رو باز میکنم. میخوام برای ادمینز خودم بیام و مایگریشن بسازم. خب میام میگم php artisan make دو نقطه. برای مدل ها هم این تیکه کد رو مینوشتیم. حالا اینجا میام میگم مایگریشن. میگم برای من یک مایگریشن ایجاد کن. اسم مایگریشن چی باشه؟ ببینید من برای ادمینز میخوام بیام و مایگریشن بسازم و مایگریشنی که دارم میسازم برای ایجاد جدول مدیره. پس نامش رو اینطوری وارد میکنم، اسمش رو میذارم create underscore یا underline هم بعضی ها میگن، create admins underline table. تمامی بخشاش با حروف کوچیکن، به صورت جمع نوشته میشه نام خود جدول و با آندرلاین یا آندرسکور از همدیگه تفکیک میشن. این قانون نوشتن یک مایگریشن. خب اینتر میزنم، به میگه که مایگریشن شما ایجاد شد. خب از کدوم بخش میتونم برم و مایگریشن هام رو ببینم؟ کافیه وارد فولدر دیتابیس و فولدر مایگریشنز بشم. داخل مایگریشنز میبینید که از قبل هم یه دوتا مایگریشن وجود داره، میبینید create user table و create password reset table. اینا دوتا مایگریشن هایی که هستن که وقتی پروژه لاراولی رو ایجاد میکنیم خود پروژه ایجاد میکنه این دوتا مایگریشن رو، مثل همون مدل یوزری که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. میتونم این دوتا رو پاک کنم و فقط مایگریشنی که خودم ایجاد کردم اینجا قرار بگیره. خب بریم ما بقیه مایگریشن ها رو هم ایجاد کنیم. php artisan make migration. خب بعدی برای کاتگوریز یا دسته بندی هاست، پس میام میگم
create categories table. Enter. ساخته شد. میام بعدی رو هم ایجاد میکنم. یک تب جدید. میگم PHP artisan make دو نقطه migration و create news table. خب من برای هر سه تا مدلم اومدم و migration ساختم. کافیه برم database migrations و اینجا migration های خودم رو دارم مشاهده میکنم. حالا باید برم و یه تغییر ساختاری تو هر کدوم از این migration ها ایجاد بکنم. به عنوان مثال من وقتی وارد migration admins table میشم، بذار اینو یکم جمع‌ترش کنم. وقتی واردش میشم یه متدی تحت عنوان up داره که این متد با اجرا شدنش میاد و یک جدولی تحت عنوان admins create میکنه. میبینید create میکنه.